کشته شدن یک مشاور امریکایی از سوی یک پلیس زن در فرماندهی پلیس کابل. واکنش ها با تجاوز بر کودک در ولایت کندز. آمادگی ها برای گفتگو با شبکه حقانی. ادامه تظاهرات گسترده در هند. با نبود بازار برای زعفران ولایت فرام. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع‌نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه چهارم ماه جدی سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک مشاور آمریکایی از سوی یک افسر پلیس زن امروز در فرماندهی پلیس کابل با گلوله کشته شد. در عملات سربازان افغان بر نیروهای خارجی این نخستین رویداد است که یک زن بر این نیروها حمله می کند. پلیس کابل می گوید که این پلیس زن بازداشت شده است و بررسی ها درباره این رویداد آغاز شدند. در یک رویداد دیگر در ولایت جوزجان یک پلیس محلی 5 همکارش را با گلوله کشت و فرار نمود. در این باره کریم امینی گزارش می دهد. این افسر پلیس زن که مشاور نیروهای ناتو را در فرماندهی پلیس کابل با گلوله کشت، نرگس نام دارد و در دفتر جنسیتی وزارت امور داخله کار میکرد. این زن 33 ساله از ولایت کابل است و پیش از چاشت روز دوشنبه یک مشاور نیروهای ناتو را در داخل فرماندهی پلیس با گلوله بست. فرد مهاجم توسط پلیس بازداشت شده و فعلا در بازداشت پلیس است و بررسی های جدی هم آغاز شده تا انگیزه هایی که در عقب تهاجم بوده و دلایل اصلی که چرا این خانم حمله سربازان افغان بر نیروهای خارجی امسال به گونه چشمگیری افزایش یافته است و تا کنون بیش از 50 سرباز و افسر خارجی در این حمله ها جان باختند. اما این نخستین باری است که یک زن دست به چنین حمله می زند. شاید از طرف استخبارات کشورهای همسایه جذب شده باشه و فعلا همی عمل انجام داده. طبیعی است که ضعف نیروهای امنیتی ما رو نشان میده. این تفنگچه را در جراب خود انداخته بوده، این داخل شده به ولایت. پرسان که دفتر والی کجاست؟ همین در حالتی است که ما از ولایت خارج شدیم. بعد از قماندان امنی را پرسان کرده. قماندان امنی هم در ساعت ممکن برآمده باشه و دفتر قماندان امنی راهش جداست. اونجا نرفته و در اینجا حادثه شده. در یک رویداد دیگر در ولایت جوزجان یک پلیس محلی پس از آن که 5 همکارش را کشت فرار کرد. پلیس حوزه شمال کشور میگوید کسانی که این پلیس محلی را ضمانت کرده بودند بازداشت شدند. از سوی دیگر گزارش ها از ولایت بادغیس میرسانند که 11 مامور امنیتی در ولسوالی آبکمری این ولایت با جنگ افزارهایشان به طالبان پیوستند. اما وزارت امور داخله این خبر را رد می کند. وزارت امور داخله درباره پلیس محلی می گوید که وی از مخالفان مسلح دولت بود و به تازگی به روند صلح پیوسته بود. سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید که تلاش ها برای ردیابی این مرد ادامه دارند. وزارت امور داخله می گوید احتمال می رود که این پلیس محلی به همکاری طالبان دست به کشتن همکارانش زده باشد. اما درباره افسر پلیس زنی که یک مشاور نیروهای ناتو را در فرماندهی پلیس کابل کشت تا کنون اطلاعات دقیقی در دست نیست. نمایندگان دولت افغانستان در نشست پاریس نباید در برابر خواستای طالبان خاموش می‌ماندند. بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که نباید به طالبان فرصت بیش از حد داده شود. با خواستای این گروه در نشست پاریس درباره تعدیل قانون اساسی افغانستان باید با واکنش تند دولت افغانستان روبرو میشد. از سوی هم اعضای مجلس نمایندگان خواهان برجسته شدن نقش این مجلس در نشستهای سرنوشت ساز درباره آینده کشور هستند. شریف امیری گزارش میدهد. در میان موج خوشبینی ها از نشست پاریس به نظر می رسد که مجلس نمایندگان از چگونگی برگزاری نشست نگرانی هایی دارد. نگرانی که به باور اعضای مجلس خواست های طالبان در نشست پاریس آینده کشور را با بحران روبرو خواهد ساخت. با کمال تاسف حتی اعضای کمیسیون صلح که در مطابقت به قانون اساسی افغانستان اکثرشان اراکین بر حال دولتی هستند
در پاریس منشینند و روی تعدیل در قانون اساسی بحث میکنند. آنچه که کمرنگ بودن نقش مجلس نمایندگان در نشست های بزرگ و فراملتی گفته شده است نیز نگرانی هایی را در میان این نمایندگان به بار آورده است. باید پارلمان افغانستان نقش تقویت بکنه در مسائل کلان، در واقع حضور داشته باشه و اینم درست از این قرار نیست که تمام مسائل افغانستان در اختیار چهار تا تیکه‌دار باشه. 20 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش، 100 سال بعد میخونه میشه. با این همه چگونگی حضور برخی از اعضای مجلس در نشست پاریس نیز انتقادهایی را به همراه شده است. هر کسی که به نمایندگی از مردم افغانستان از خانه ملت اشتراک میکنه، از خانه ملت باید رأی بگیره. انفاذ قانون اساسی تازه در کشور، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، عفو عمومی، حفظ حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، گفتگوهای محوری نشست پاریس را ساختند. اما هنوز روشن هم نیست که آیا براستی این خواست ها از سوی دو طرف پذیرفته خواهند شد یا نه. کمیسیون مستقل حقوق بشر تجاوز برای کودک 4 ساله را در ولایت کندوز به شدت نکوهش می کند. این کمیسیون خواهان کیفر سخت به این تجاوز کننده شده است. دو روز پیش برای یک پسر 4 ساله در بلسوالی امام صاحب ولایت کندوز تجاوز شد. به گفته پلیس کندوز یک تن در پیوند با این رویداد بازداشت شده است و تجاوز کننده اصلی فرار نموده است. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می دهد. این کودک 4 ساله صدیق الله نام دارد و در روستای قطغن الچین ولسوالی امام صاحب کندوز بر وی تجاوز شده است. این کودک برای درمان به شفاخانه انتقال یافته است و گفته می شود که روان این کودک سخت صدمه دیده است. پزشکان شفاخانه کندوز می گویند که در حال حاضر وضعیت بهداشتی وی خوب است. بنابر دوری را و بنابر حالت فعلی مریض، ما مریض داخل بستر گرفتیم و فعلا تحت بستر بخش ریکاوری ما بستر می باشه. پلیس ولایت کندوز با تایید این رویداد می گوید که باشندگان این روستا در نظر داشتند تا این رویداد را در نشستای قومی حل کنند، اما پلیس مداخله کرد و یک تن را بازداشت کرده است. پلیس بعد از اینکه در جریان قرار می گیرد در صدد دستگیری عاملین قضیه شدند که شخص مظنون از صاحب فرار کرده و یک نفر شریک جرمی از او که شرایط فرار کردن مظنون مساعد کرده دستگیر شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر با نکوهش این رویداد خواهان کیفر سخت بر عاملان این رویداد شده است. ما خواهان تطبیق سراسری یک قانون در سراسر کشور هستیم. ما خواهان تامین عدالت در رابطه با قربانیا و همچنان با مجازات کشتن عاملین مسئله هستیم. در یک ماه اخیر این دومین کودک است که در ولسوالی امام صاحب بر وی تجاوز شده است. ولایت کندوز امسال گواهی چنین رویدادهایی بوده است، اما گفته می شود که در بسیاری رویدادها تجاوز کنندگان به دادگاه کشانیده نشدند. شمار از دکانداران مارکت ناصری که دیروز آتش گرفته ادعا می کنند که پیش از رسیدن آتش به دکانهایشان غارت شده بودند. آنان می گویند که نیروهای آتش نشانی پس از 3 ساعت از آغاز آتش سوزی به ساحه رسیدند و نتوانستند آتش را مهار کنند. اما مسئولان حوزه اول با رد این گفته می گویند که اقدامات لازم برای جلوگیری از دزدی کالاها و پولهای دکانداران گرفته شده بودند. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد. شمار از دکانداران بازار ناصری مسئولان حوزه اول امنیتی را به برخورد نادرست متهم می سازند و می گویند پیش از رسیدن آنان دکانها و صندوقهای نگهداری پولشان باز شده بودند. تعداد دکانها قلفشان پریده، آل هیئت موظف دولت بیاید اونجا را ببینه، حاجت گفتن من است خود اونا ببینه با چشم سر برداشت کنه دید. دا ایت پایان نبودم چه دا چیست پر رغلی و دا وزن مایشی دا 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 خلق دا پر دا چی پر مندهی که یو مارکیت پا اتوی ساعت یا پا دیر ساعت که ور نشه گل ولی. اما مسئولان افزای اول امنیتی اتهامات وارده را رد میکنند. دکاندار آقای اول کلی خود سیف دواش آلا خود سیف اخلاص که سیف اخلاص که تو داشت سیف کتسه پاتی کنید پاتی خاطر دیا سیف خود روزی اخلاصی دی دوی خپل اخلاص کردی. او د منګه بدر راوی دوی سره د پولیس بدر راوی نه په خاطر دین نسې سمنګ د دوی امنیت نیولې او هغه چا چې غوښتل ورته نوځي موږ خو دې غوښتل نجات ورکو ورته نه نوځي. در امینال اتاق تجارت و صنایع با انتقاد از معیاری نبودن بازارهای عمده فروشی در کشور از حکومت می خواهد برای دکانداران این بازار زمینه قرضه های دراز مدت بدون سود را فراهم سازد و آنان را تا مدت از پرداختن مالیات معاف سازد. دولت نتانسته در طول 11 سال
وضعیت مندوی کابل اصل سامان بده، یک استاندارد و نرم ساختمانی را در قسمت ساختمان های از اینا، جابجایی از اینا و وضعیت بهداشتی و خدمات اجتماعی و وضعیت ایمنی و تدابیر وقایعی از اینا نظر بگیرد. این نمای ظاهری مارکت ناصری در مندوی کابل است که گفته می شود به سبب بی‌توجهی شمار از دکانداران و عدم رعایت استانداردهای لازم ساختمانی و برق در آن تومه آتش شد. اما هستند شمار زیاد از مارکت های دیگر که در اطراف آن نیز در آنها استانداردهای لازم ساختمانی و برق در نظر گرفته نشدند. شمار از دکانداران در مندوی کابل میگویند هر لحظه می تواند همچون رویدادهای در این بازارها رخ دهد. زبیح الله جهانمل، طلوع نیوز، کابل. بین هم چند خبر کوتاه از کشور. در انفجار یک بالون گاز در ولایت بدخشان 13 دانش آموز زخم برداشتند. سخنگوی والی بدخشان میگوید این رویداد پیش از چاشت امروز در یک مدرسه رخ داد و ای وضعیت بهداشتی 6 تن از زخمیان این رویداد را خوب نمیداند. پیشنویس قانون بکار گماشتن دیپلمات‌ها و کنسول‌ها امروز از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. بر بنیاد این قانون هیچ دیپلماتی نمی‌تواند دو شهروندی داشته باشد و نیز پس از این تمامی فارغان دانشکده‌های دانشگاه‌های دولتی می‌توانند در آزمون استخدام به وزارت امور خارجه شرکت کنند. این قانون دارای 3 فصل و 8 ماده است و امروز با 4 رأی مخالف از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. و در اثر ریزش برف در ولایت بدخشان راه‌های 10 ولسوالی بدخشان با مرکز قطع شدند. سخنگوی والی بدخشان با تایید این خبر میگوید که با بسته شدن این راه‌ها باشندگان این 10 ولسوالی با دشواری‌های زیادی روبرو شدند. وی از نهادهای مسئول و حکومت مرکزی می‌خواهد تا برای دوباره باز شدن این راه‌ها کمک نمایند. دهاتن در اعتراض به ویران ساختن خانه هایشان در نزدیک بلاک های هوایی نایه 10 شهر کابل دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که مسئولان وزارت دفاع ملی در این روزهای سرد زمستان خانه هایشان را ویران می سازد و آنان نمی دانند به کجا بروند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که این وزارت مجبور است تا برای عملی ساختن برنامه هایش این خانه ها را ویران کند. باراک اوباما هنگام اعلام برنامه کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان باید چگونگی حفظ دستاوردها را در این کشور در نظر بگیرد. هرچند باراک اوباما میخواهد تا در هفته‌های آینده تصمیمش را درباره کاهش سربازان آمریکایی اعلام کند، اما واشنگتن پست می‌نویسد که اوباما باید دستاوردهای جانی و مالی ائتلاف جهانی را در افغانستان با تهدید روبرو نسازد. افغانستان آماده گفتگوهای صلح با شبکه حقانی است. شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که شبکه حقانی نیز مشمول گفتگوهای صلح حکومت افغانستان خواهد بود، زیرا برنامه صلح یک روند فراگیر است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان در نشست تصمیم گرفته است که اعضای دفتر طالبان در قطر باید از سوی رهبری تحریک طالبان با مدارک معتبر معرفی شوند. ادامه این خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. نخست وزیر هند خواستار آرامش در پایتخت این کشور شده است. منموهن سینگ میگوید که حکومت هند برای محافظت و تضمین مسئولیت زنان در این کشور تا حد امکان خواهد کوشید. این درخواست پس از آن صورت میگیرد که تجاوز یک گروه از افراد ناشناس بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو بسیاری از باشندگان این شهر را خشمگین ساخته است. افزایش اعتراضات و انتقادها در برابر تجاوز گروهی از افراد ناشناس بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو حکومت هند را نگران ساخته است. هرچند حکومت هند برای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات در این کشور به گونه جدی می کشد، اما شمار زیاد از شهروندان هند به ویژه فعالان حقوق زن با انتقاد از حکومت بر ایجاد قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان تاکید می ورزند و خواستار کیفر مرگ بر عاملان تجاوز اخیر شده اند. در همین حال نخست وزیر هند از تلاش‌های تازه‌اش برای تضمین امنیت و مسئولیت زنان در هند خبر می‌دهد. من از شهروندان هند می‌خواهم تا آرامش را حفظ کنند. من به شما اطمینان می‌دهم که برای تضمین امنیت و مسئولیت زنان در این کشور تا حد امکان تلاش خواهم کرد.
در همین حال بهارت یا جاناتا حزب اصلی مخالف حکومت هند گفته های نخست وزیر این کشور را درباره تجاوز گروهی بر یک دختر 23 ساله بسندن نمی داند. گروهی از مردان بر روز 16 ماه روان میلادی بر یک دختر 23 ساله در یک موتر مسافربری در دهلی نو تجاوز کرد و این کار باعث راندازی اعتراضات در این شهر گردید. از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 100 تن در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی زخم برداشتند که 60 تن آنان نیروهای امنیتی هستند. با این همه نیروهای امنیتی تا کنون 6 تن به شمول راننده موتر مسافربری را در پیوند با این تجاوز بازداشت کردند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. در تازه ترین خشونت‌های قومی و سیاسی در شهر کراچی 6 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های امنیتی ایالت سند، این افراد در بخش‌های گوناگون شهر کراچی از سوی مردان مسلح ناشناس آماج قرار گرفتند. لخزر ابراهیمی می‌کوشد تا در دیدار با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یک راه حل به بحران این کشور دریابد. در حالی که کشته شدن نزدیک به 90 تن در حمله های هوایی ارتش سوریه در شهر هما با انتقاد سخت جهانی روبرو شده است، تلاش های تازه لخزر ابراهیمی برای پایان بخشیدن به خشونت ها در سوریه آغاز شدند. معترضان در مصر بر آغاز بررسی ها درباره تقلب ها در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی تازه این کشور تاکید می ورزند. این معترضان می گویند که همه پرسی روز شنبه با تقلب ها همراه بوده است و باید این مسئله به بررسی گرفته شود. امروز برابر با 96مین سال روز تولد محمد رفیع آوازخوان پرآوازه هند است. محمد رفیع به روز 24 ماه دسامبر سال 1924 میلادی در ایالت پنجاب هند چشم به جهان گشود و نزدیک به 35 سال آوازخوانی کرد. رفیع با آوازخوان افسانه هند مشهور است که افزون بر هندی و اردو به زبان فارسی نیز آهنگ سروده است. محمد رفیع در سال 1980 میلادی درگذشت، اما در سال 2000 میلادی مجره استار دست وی را به حیث بهترین آوازخوان هزاره دوم انتخاب کرد. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. بانک زعفران در ولایت فرا نسبت به ولایت هرات حاصل بیشتر می دهد، اما به علت نبود بازار برای این گیاه صنعتی شمارت کشاورزان فرا از کشت این گیاه دست کشیدند. در این حال ریاست زراعت فرا می گوید که تلاش دارد با ایجاد سهولت برای کشاورزان کشت زعفران را در این ولایت گسترش دهد. انور هاشمی گزارش می دهد. در حالی که ولایت فرا بعد از ولایت هلمند دومین ولایتی است که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود، اما در 3 سال گذشته مقامات کوشیدند کشت زعفران را به جای کوکنار در این ولایت رواج دهند. به گفته ریاست زراعت فرا از هر جریب زمین در این ولایت تا 2 کیلوگرم زعفران به دست می آید، در حالی که از هر جریب زمین در ولایت هرات که منبع کشت زعفران کشور است در حدود 1 کیلوگرم زعفران به دست می آید. به گفته این مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا، کشاورزانی که در این ولایت به کشت زعفران روی آورده اند نسبت به کشت کوکنار درآمد بیشتری دارند و هر کیلوگرم زعفران را بیش از 65 هزار افغانی میفروشند. اما کشاورزانی هم هستند که به علت نبود بازار مناسب برای زعفران از کشت این گیاه صنعتی دست کشیدند. آنان میگویند که مجبور هستند زعفرانشان را به بازارهای ایران بفرستند و با بهای اندکی بفروشند. از سوی هم مسئولان ریاست زراعت فرا میگویند که ولسوالی های گلستان، پرچمن، پشترود، اناردره، قلعه کا و مرکز فرا برای کشت زعفران مساعد است و این ریاست در نظر دارد با آموزش کشت زعفران به کشاورزان، ایجاد مزرعه های زعفران، توزیع پیاز زعفران به کشاورزان و بازاریابی برای این گیاه گرانبها کشت آن را در فرا توسعه دهند. تا کنون 25 میلیارد در بخش تولید و تورید مواد آرایشی و دارویی نهایی شده اند. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد می گویند که از این میان 16 میلیارد از سوی شورای عالی استاندارد ها تصویب شدند. مسئولان اداره با تاکید بر تطبیق این میارها از سوی تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد آرایشی و دارویی می گویند که این اداره با نهادهای نظارت کننده همکاری خواهند کرد. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد با برگزاری یک کارگاه آموزشی برای معرفی معیارهای مواد آرایشی و دارویی میگویند این معیارها با استفاده از کتاب ثبت معیارهای جهانی دارو به میان آمدند و تطبیق آنها اجباری هستند. چون کیفیت دوا هم
متاثر می‌سازد، مسئولیت دولت بیشتر همه جنبه اجباری خواهد داشت. ما استاندارد را در اختیار وزارت محترم ساعت هم که تطبیق کننده استانداردها و کنترل کیفیت مواد دوایی و غذایی را به عهده دارد در اختیارشان گذاشتیم. ما با اونا همکار هستیم. اما مسئولان وزارت صحت عامه که تطبیق کننده این معیار هاست میگویند با توجه به ورود 95% دارو و مواد آرایشی از خارج با آن هم از راه های قانونی و غیر قانونی باید تمام نهادهای مسئول با این وزارت همکاری کنند. وزارت محترم مالیه، بخش مراقبت سیارشان، مراقبت سیار گمرکات، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، حتی بخش محترم امنیت ملی، اینا باید همکاری بکنند. وزارت صحت عامه دراسته ایجی که چطور جلوگیری بکنند از مرزها و از شاهراها. این در حالی است که گفته می شود بخش از داروی مصرفی و مواد آرایشی کشور که کیفیت خیلی پایین دارند و گونه قاچاق وارد کشور می شوند که استفاده از آنها زیان بار گفته شده است. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 52 افغانی و 20 پول، یک یورو 68 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 533 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون می کند. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. تیم اخپلواک قهرمان رقابت‌های انتخاباتی کرکت در ولایت کندهار شد. در فرجام دیدار این رقابت‌ها تیم کرکت اخپلواک تیم کرکت اتحاد را شکست داد و به قهرمانی رسید. تیم اتحاد دوم شد و تیم آریان در جایگاه سوم استاد. در پایان این رقابت‌ها 16 چهره برتر برای حضور در تیم منتخب کرکت ولایت کندهار برگزیده شدند. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم برگزار شده بودند و یک ماه ادامه داشتند. یک باشگاه هنرهای رسمی از سوی اتحادیه ملی ورزشکاران در کابل ایجاد شد. هدف از ایجاد این باشگاه آموزش فنی هنرهای رسمی به نیروهای پلیس و نیروهای اردوی ملی گفته شده است. در این باشگاه امروز بیشتر از 300 مبارز به آموزش هنرهای رسمی آغاز کردند. اتحادیه ملی ورزشکاران میگوید که این نهاد میکوشد تا در آینده تیمهای ورزشی را در زندانهای بادامباغ و پلچرخی نیز ایجاد کند. قرار است فردا رقابت‌های قهرمانی فوتبال در ولایت کندهار آغاز شود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها ایجاد رابط دوستانه و افزایش توانایی ورزشکاران گفته شده است. در این رقابت‌ها تیم‌های فوتبال بغلان، کندز، غزنی، فرا، هلمند، چمن و دو تیم از کندهار حضور خواهند داشت. این رقابت‌ها در ورزشگاه احمد شاهی کندهار برگزار می‌شوند و یک هفته ادامه خواهند داشت. در هفته 18 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان، چلسی جشنواره گل برپا کرد و 8-0 استون ویلا را در هم کوبید. در این دیدار که در استنفورد بریج برگزار شد، فرناندو تورس، داوید لوئیس، ایوانوویچ، فرانک لامپارد، رامرز، اسکار و هازارد برای چلسی گلزنی کردند. چلسی با این پیروزی 32 امتیازی شد و در رده سوم جدول باقی ماند. در دیدار دیگر، منچستر یونایتد در حضور بیشتر از 20,000 تماشاگر در ورزشگاه لبرتی مهمان سوانسی بود و سرانجام این بازی با برابری 1-1 پایان یافت. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 43 امتیاز در صدر است و منچستر سیتی با 4 امتیاز کمتر دوم است. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 15. کندهار آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 15. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. و هرات آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شاد، کامگار و موفق باشید.